سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. این ویدیو مناسب کسانی هست که شاغل هستن و زمان زیادی برای آشپزی ندارن و یا کسانی که علاقه ندارن مدت زمان زیادی رو در آشپزخونه بگذرونن اما همچنان مایلن غذای سالم و کم کالری مصرف کنن. ما برای 6 روز 3 وعده صبحانه، نهار، شام حاضر می‌کنیم که هر کدوم از این وعده‌ها بین 400 الی 500 کالری دارن و مقدارش مناسب کسانی هست که قصد کاهش وزن دارن. اولین کاری که انجام میدیم اینه که نصف پیمونه کینوا و نصف پیمونه برنج رو می‌ذاریم که بپزه. برای پختن کینوا باید از 2 تا 3 پیمونه آب جوش استفاده کنیم و مدت زمان پختش هم بین 1 ربع تا 20 دقیقه هست. در نوبت بعد سراغ خرد کردن سیب زمینی ها میریم. من در اینجا از 2 عدد سیب زمینی با پوست استفاده کردم و یادتون باشه که خوب پوست سیب زمینی رو بشورید. بعد از اون ماهی هامون رو در کف سینی فر میچینیم. من اینجا از ماهی سالمون یا سمون استفاده کردم که از قبل با سیر، آب لیمو و پیاز مزه دار شده. و اون طرف سینی هم سیب زمینی ها رو میریزیم و بهشون 1 قاشق چایخوری روغن زیتون و مقداری ادویه اضافه میکنیم. ادویه هایی که من برای این سیب زمینی ها استفاده میکنم سیر و آویشن هست و مقداری نمک و بعد هم در دمای 180 درجه به مدت 30 دقیقه میذاریم که بپزه. خواهیم درست کنیم شامل مرغ، برنج و سبزیجات هست. 300 گرم سینه مرغ رو با 1 قاشق چایخوری روغن، مقداری رب و کمی ادویه مثل کاری و یا هر ادویه‌ای که دوست دارید اجازه میدیم که سرخ بشن. از مرغ سراغ سبزیجات میریم. 1 عدد کدو، بادمجون، فلفل دلمه رنگی، پیاز و بروکلی رو خرد میکنیم و کف سینی فر میچینیم و با استفاده از اسپری روغن مقدار خیلی کمی روغن زیتون بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم در فر به مدت 30 دقیقه با دمای 180 درجه پخته بشن و یا اینکه در تابه گریل گریلشون میکنیم. بعد اینکه همه آیتم های ناهارمون پخته شد، نوبت اینه که اونها رو درون ظروف نگهدارنده بریزیم و در یخچال نگهداری کنیم. یادتون باشه که هم ناهار شماره 1 یعنی ماهی و سیب زمینی و هم ناهار شماره 2 یعنی مرغ و برنج برای 6 وعده طراحی شدن و موقع مصرف 1/3شون رو تو بشقاب بریزید و مصرف کنید. راستی 1 عدد لبوی پخته شده هم من از قبل داشتم که به سبزیجاتمون اضافه کردم. برای درست کردن وعده های شام اول از همه از سالاد ها شروع میکنیم. مقداری کرفس، هویج و فلفل دلمه قرمز رو خرد کنید. در 2 ظرف جداگونه مقداری کیل و بیبی اسفناج بریزید. در صورت در دسترس نبودنشون میتونید از کاهو استفاده کنید. 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون رو به هر ظرف اضافه کنید و سبزیجات رو باهاش خوب ماساژ بدید. به ظرف اول کرفس، فلفل دلمه و گوجه رو اضافه می‌کنیم. و به ظرف دوم هویج و مقداری لبوی پخته شده در صورت تمایل اضافه می‌کنیم. و 1 بسته پودر سالاد رو به درون 2 ظرف می‌ریزیم و خوب مخلوط می‌کنیم.
پخته شدهمون رو در آن ظرف نگهدارنده می‌ریزیم و بهش یک کنسرو نخود اضافه می‌کنیم. کینوا و نخود هر دوشون سرشار از پروتئین هستند و بسیار سیر کننده. و همچنین به ظرف دوم سالاد لبو و هویجمون رو اضافه می‌کنیم. این شام برای 3 وعده باید مصرف بشه. شام دوم 5 تا تخم مرغ رو آب پز می‌کنیم و با 3 عدد نون توست در ظرف نگهدارنده می‌ریزیم و همچنین سالاد کرفس رو هم در اون ظرف می‌ریزیم و با ساندویچ تخم مرغ در 3 وعده مصرف می‌کنیم. خب دیگه به آخره آماده سازی وعده های یک هفتمون رسیدیم. برای صابونه اول میخواییم اتمیل سرد درست کنیم که نصف پیمونه جو دو سر رو درون این بانک های شیشه‌ای میریزیم و تو پرانتز بهتون بگم که جو دو سر با جو پرگ متفاوته و بهش 2 قاشق چای خوری دانه چیا اضافه میکنیم و همچنین مقداری دارچین و به هر کدوم از شیشه ها نصف پیمونه شیر و نصف پیمونه آب اضافه میکنیم. بعد 2 عدد موز رو خورد میکنیم و به هر کدوم از شیشه ها 1 دونه موز و مقداری توت فرنگی اضافه میکنیم و در نهایت هم اندازه 1 قاشق چای خوری عسل میریزیم و خوب هم میزنیم. یادتون باشه که اتمیل سرد رو در همون 2 روز اول مصرف کنید به خاطر اینکه شیر داره و ممکنه که موندگاریش به اندازه بقیه صبحونه ها نباشه. درون یه دونه زیپ کیپ 1 عدد موز خرد شده، 1 پیمونه میکس توت فرنگی بلوبری یا در صورت موجود نبودن فقط 1 پیمونه توت فرنگی، 1 قاشق جو دو سر و مقداری اسفناج می‌ریزیم. اسفناج طعم خاصی به اسموتی نمیده و فقط خاصیت اون رو بیشتر می‌کنه. و همچنین 10 عدد بادوم هندی خام رو همراه این اسموتی‌ها در نظر می‌گیریم. زیپ بگ‌ها رو درون فریزر می‌ذاریم و هر موقع که نیاز داشتیم بیرون می‌آریم و به همراه مقداری شیر درون مخلوط کن می‌ریزیم. سه تا وعده اصلیمون تموم شد و در نهایت 1 اسنک سالم و سری هم درست میکنیم که هر موقع گرسنه‌مون شد بتونیم سری بهش دستبرد بزنیم. مقداری کرفس و هویج رو خرد میکنیم برای اینکه در طول 1 هفته سالم در یخچال بمونن. اونها رو درون بانکه های شیشه‌ای یا هر ظرف دیگه میریزیم و درونشون رو با آب پر میکنیم. این روش یکی از بهترین روش های نگهداری هویج و کرفسه. و در نهایت هر موقع گرسنه شدیم میتونیم اونا رو با حمص یا ماست مصرف کنیم. برای طرز تهیه حمص هم میتونید به ویدیو قبلی مراجعه کنید. ممنون از این که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید اونو لایکش بکنید و نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسید و همچنین کانال من رو سابسکرایب کنید.